فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم با بیان نمونه های دیگر از اشتباهاتی که احیانا برخی از من و شما در هنگام نماز خواندن و یا قبل از نماز و بعد از نماز مرتکب میشویم. در جلسه قبل که خدمت شما عزیزان بودم مسائلی را درباره وضو دعایی که در هنگام وضو گفته می شود آیا صحت دارد یا ندارد و دعای بعد از وضو و مسائلی از این قبیل خدمت شما عزیزان بیان کردم. در ادامه برنامه گذشته باز هم این برنامه امروز را آغاز می کنیم با یکی دیگر از اشتباهاتی که معمولاً بسیاری از نمازگزاران در هنگام وضو مرتکب می شوند و بعد از وضو و آن یک مسئله بسیار مهمی هست که گذشته از این که یکی از توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و یکی از آداب اسلامی هست بلکه یکی از فرصت‌هایی هست که خداوند متعال در اختیار ما گذاشته تا با غنیمت شمردن این فرصت‌ها و انجام دادن این عمل‌ها ما در دنیا و آخرت پیروز بشویم و سرانجام به بهشت الهی نائل بیاییم. و این مسئله چیزی نیست جز دو رکعت نماز نفل که بعد از وضو خوانده می شود که معمولا آن را به نام تحیت الوضو می نامند. دو رکعت نماز بعد از هر وضوی یکی از وسائلی هست که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده که حضرت بلال رضی الله تعالی عنه را به بهشت برین الهی رساند. در حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین روایت شده است که در شبی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به معراج برده شدند بعد از این که از معراج برگشتند به حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چنین فرمودند: یا بلال حدثنی به ارجا عمل عملته فی الاسلام. ای بلال، بالاترین عملی را که در اسلام انجام دادی مرا از آن عمل آگاه بکن. به کدام عملت بیشتر از همه اعمالت امید بسته ای و از خداوند متعال امیدوار ثواب و نجات هستی؟ اون چه عملی هست؟ فإنی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنه، زیرا که من صدای پای تو را در بهشت قبل از خودم شنیدم. هنگامی که من در بهشت راه می رفتم پیش از خودم و جلوتر از خودم صدای پای تو را در بهشت شنیدم. چه عملی انجام دادید که باعث شده که به بهشت بروی و در آنجا صدای پایت را من بشنوم؟
حضرت بلال رضی الله تعالی عنه گفت که ما عملت عملا ارجع عندي من انی لم اتطهر طهورا فی ساعت من لیل او نهار الا صلیت بذلك الطهور ما كتب لی ان اصلی. عرض کرد که یا رسول الله، من هیچ عملی را ندارم که اون را یادآوری بکنم غیر از این که یک عملی را من همیشه پایبندش بودم و اون این هست که در هر وقتی از شبان روز، چه شب یا روز، هر وقتی که من می رفتم وضو می گرفتم، بعد از اون وضوی خودم و با آن وضوی خودم هر مقدار که می توانستم نماز بخوانم، قطعا اون نماز را می خواندم. یعنی هیچ وضوی را بدون عبادت من سپری نکردم. وضو خودش یک عبادت هست و مقدمه ای هست برای عبادت دیگر. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه میگوید که من هرگاه میرفتم وضو میگرفتم در شب یا روز، هر وقتی که ممکن بود، بعد از وضوی خودم حتما نماز میخواندم و عباداتی رو انجام میدادم. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع تأیید کردند که آری، این عمل هست که باعث شده که صدای پای تو رو من در بهشت بشنوم. امروزه در میان ما مسلمانان کمتر کسی پیدا می شود که تحیت الوضو خوانده باشد یا هر وضویی را که می گیرد حتما با اون وضو یک نمازی را بعد از اون وضو بخواند. ما اگر بخواهیم تصور بکنیم، فکر بکنیم که آخرین نماز تحیت الوضویی را که ما خواندیم کی بوده، شاید به خاطر ما نیاید. و چه بسا بسیاری از ما انسانهای مسلمان هستند که اصلا به خاطر ندارند که در طول زندگی خودشان حتی یک بار نماز تحیت الوضو را خوانده باشند و با این نیت که بعد از وضو من دو رکعت نماز بخوانم بروند و نماز بخوانند. این در واقع یکی از فرصتهای بسیار استثنایی هست و سهل الوصول هست برای همه من و شما که متاسفانه بسیاری از ما و شما در این زمینه غفلت کردیم و این فرصت رو از دست دادیم. امیدواریم که انشاءالله خداوند متعال به ما توفیقی بدهد و ما همیشه بیدار و هوشیار باشیم و از این چنین فرصت ها تا جایی که می توانیم بیشتر استفاده بکنیم. زیرا که خواندن این نماز، نماز تحیت الوضو، یا بعد از آن هنگامی که به مسجد می رویم نماز تحیت المسجد، دو رکعت نماز، یا نمازهای سنتی که قبل از نماز فرض ادا می شود، تمام این مسائل در خشوع و خضوع نماز ما و در حضور قلب ما در نماز و در نتیجه در ثواب نماز ما و در تأثیر نماز ما که بر زندگانی ما خواهد گذاشت قطعا تأثیر دارند. پس بنابراین ما از همان ابتدا که برای نماز برمیخیزیم، وضو میگیریم، تمام این مسائل باید در ذهن ما حاضر باشد و ما با استحضار نیت و با استحضار این ثواب عظیم و این فرصت استثنایی که ما در اختیار داریم این اعمال را انجام بدهیم تا اینکه زمین سازی بشود برای اینکه ما بتوانیم نماز بهتری را، نماز کاملتری را و نمازی را با خشوع و خضوع و حضور قلب بیشتری را ما برای خداوند متعال انجام بدهیم. و یکی دیگر از مسائلی که متاسفانه بسیاری از ما مسلمانان به آن توجه نمی کنیم، آداب رفتن به مسجد هست. در روایات آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند هنگامی که یک شخص مسلمان از منزل خارج می شود و به مسجد می رود، تا زمانی که به مسجد می رسد نماز می خواند و تا هنگامی که بعد از نماز دوباره باز می گردد به خانه خود می آید، در تمام این وقت در نماز هست. پس بنابراین انسان باید در این فرصت زمانی از هنگامی که از منزل خارج می شود تا زمانی که دوباره به منزل باز می گردد باید مواظب تمام اعمال و رفتار و گفتاری باشد که در این میان انجام می دهد. بین خاطر هست که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده می فرمایند که اذا توضأ احدكم للصلاه
فلا یشبک بین اصابعه، هرگاه که کسی از شما برای نماز وضو گرفت انگشتانش را در هم فرو نبرد، انگشتانش را، انگشتان دو دستش را در یک دیگر فرو نبرد و گره نکند، زیرا که این یک حالتی هست که با حالت نماز، با حالت فروتنی و حضور قلب در نماز تضاد دارد. و از هنگامی که انسان وضو گرفته گویا که در نماز هست، در عبادت هست، زیرا که خود وضو عبادتی جداگانه و مقدمه‌ای هست برای یک عبادت بزرگ و عظیم که بزرگترین و اساسی‌ترین رکن اسلام هست. پس بنابراین ما باید توجه بکنیم از همان لحظه‌ای که وضو گرفته ایم در فکر این باشیم که ما اکنون در نماز هستیم، می‌خواهیم برویم به پیشگاه خداوند متعال و در حضور خداوند متعال بایستیم و عبادت بسیار بزرگی را انجام بدهیم. علما فرمودند که شایسته است وقتی که انسان برای نماز می رود سخنهای دنیایی، سخنهایی که انسان را از خداوند متعال دور می کند، سخنانی که معنویت و معرفت انسان را تقلیل می دهند، سخنانی که حضور قلب و حضور ذهن انسان را در نماز تحت تأثیر می گذارند، انسان را پریشان و آشفته می کنند، مناسب هست که انسان این سخنان را ترک بکند و بعد از وضو در فکر خداوند متعال باشد و اذکار و اورادی را ورد زبان خودش بکند و در یاد خداوند متعال باشد. و همچنین شایسته است که هنگامی که ما به طرف مسجد می رویم آرام و آهسته و با سکینه و وقار به مسجد برویم و گامه های من را که به طرف مسجد برمیداریم گامه های کوتاه و شمرده شده باشد، نه اینکه شتابان و با عجله به طرف مسجد برویم، زیرا که در روایات هست که وقتی که انسان مسلمان به مسجد می رود گامه هایی را که برمیدارد و به طرف مسجد می رود هر گامی را که برمی‌دارد به عنوان یک حسنه و یک کار خیر و نیک برای ما ثبت می‌شود. پس بنابراین هرچی ما آرامتر برویم، قدم‌های ما کوتاه‌تر باشد، معنایش این است که به ما ثواب بیشتری و پاداش بزرگتری می‌رسد. پس بنابراین هیچگاه نبادا ما هنگام رفتن به مسجد عجله داشته باشیم و با حالت عجله و دوان دوان به مسجد برمیم. حدیثی هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه، هنگامی که شما اقامه را شنیدید به طرف نماز بروید، به جایی که نماز اقامه میشود، یعنی به طرف مسجد یا اون وقتی جایی که نماز اقامه میشود بروید. و علیکم بالسکینه والوقار، سکینه و وقار را، آرامش را و اطمینان را حتما حفظ بکنید، با آرامش و با وقار و سنگینی به طرف مسجد و به طرف محل برگزاری نماز بروید. ولا تسرعوا، و مواظب باشید، عجله نکنید، شتابان به طرف مسجد نروید. فما ادرکتم فصلوا، هر مقدار نمازی را که رسیدید با جماعت آن را با جماعت و پشت سر امام بخوانید. و ما فاتکم فاتمو، و هر تعداد از رکعات که فوت شد شما به اونها نرسیدید، بعد از این که امام سلام میدهد شما دوباره بلند بشوید و نماز خودتان را کامل بکنید. این یکی از دستورات و توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که ما را توصیه کرده که هنگام رفتن به نماز با حالت آرامش و اطمینان و با سنگینی به طرف نماز برویم. حالت ما باید یک حالت روحانی باشد، ظاهر ما باید یک ظاهر روحانی و معنوی باشد، گفتار ما باید یک گفتار معنوی و روحانی باشد و درون ما، حالات ما، اندیشه و فکر ما در این زمان باید متوجه خداوند متعال و متوجه نماز باشد. و می فرماید لا تسرعوا، عجله نکنید، شتابان به طرف مسجد نروید، بلکه آرامش خودتان را حفظ بکنید.
بسیاری از مردم هنگامی که صدای اقامه را میشنوند یا اینکه صدای قرائت امام را میشنوند و میدانند که اکنون دیگر امام به رکوع میرود، با سرعت تمام میدوند تا اینکه بروند به امام برسند و حداقل اون رکعت را دریافت بکنند و حاصل بکنند. آری، ما میدانیم که چنین شخصی با نیت خیر شتابان و با عجله میرود. هدف و مقصدش این هست که زودتر به مسجد برسد و یک رکعت نماز بیشتر را با امام حاصل بکند و بتواند نمازش را کاملا با امام بخواند. اما این مسلمان توجه ندارد که ولو این که به خاطر نماز می دود، ولو این که شتابان می رود تا این که به نماز برسد، اما از طرف دیگر با یکی از دستورهای رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت ورزیده، یکی از توصیه های رسول الله صلی الله علیه وسلم را نادیده گرفته. پس بنابراین مبادا انگیزه خیر، مبادا امید و آرزوی دریافت خیری بیشتر سبب بشود که ما با دستورات و توصیه های رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت بورزیم و تعالیم و سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم را نادیده بگیریم، بلکه در هر حالی و در هر زمانی هوای نفسانی خودمان را، خواهشات قلبی و خواسته خودمان را ما باید پیرو رسول الله صلی الله علیه وسلم بکنیم. اون کسی که خداوند متعال به ما دستور داده که از اون الگو بگیریم و رسول الله صلی الله علیه وسلم را در زندگی خودمان، اهم از زندگی عبادی یا غیر عبادی، الگوی خودمان قرار بدهیم. پس بنابراین برای این که نماز ما نماز کاملی بشود و برای نماز خواندن و در هنگام نماز خواندن مخالفتی با سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم و با تعالیم و آموزه های رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام نداده باشیم، باید همیشه مواظب باشیم و تمامی اعمال و گفتار و کردار خودمان را کنترل بکنیم و سعی بکنیم که در هر زمینه و در هر حال فقط و فقط پیرو و متبع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم. پس بنابراین این دو نقطه بسیار مهم و اساسی هست که من و شما باید آنها را به یاد و خاطر داشته باشیم. یکی این که بعد از وضو حتما با اون وضو نماز بخوانیم، دو رکعت نماز نفل به عنوان تحیت الوضو یا مطلقاً به عنوان دو رکعت نماز نفل، و بعد از این زمانی که می‌خواهیم به مسجد برویم، آداب رفتن به مسجد را باید مراعات بکنیم و آن گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما دستور داده به همان گونه ما به مسجد برویم. زیرا که از همان لحظه‌ای که ما از منزل خارج شدیم یا وضو گرفتیم به قصد نماز، ما در نماز هستیم و تا زمانی که ما دوباره به منزل برمیگردیم، تمام این لحظات، قدم‌هایی را که ما برمی‌داریم، اون حالت‌های معنوی که در قلب ما به وجود میاد، اذکار و اورادی را که در این میان ما می‌خوانیم و نماز می‌خوانیم، اذکار بعد از نماز تا زمانی که به منزل برمیگردیم، تمام اینها را خداوند متعال در نامه اعمال ما و جزو حسنات ما ثبت خواهد کرد و انشاءالله هر چند که ما بیشتر به این مقدمات نماز توجه بکنیم، قطعاً حضور و خشوع ما، حضور قلب ما در نماز بیشتر خواهد شد و ثواب نماز ما قطعاً بیشتر خواهد شد و چنین نمازی در زندگانی ما انشاءالله تأثیر مثبت و بیشتری رو خواهد داشت و در دنیا و آخرت انشاءالله ما سرفراز و سربلند خواهیم بود. تا برنامه دیگر که در خدمت شما عزیزان خواهم بود با بیان نکات دیگر، تمامی شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.